تصویری که دیدید احتمالاً خیلی دلهره‌آور بود و ترستون رو از مینی فرز و دستگاه فرز و برشی بیشتر کرده. ترس خوبی است، حتما این ترس رو داشته باشید. به همه اتفاقاتی که افتاده کیک بک گفته میشه و در این آموزش یه روش خیلی ساده، یک تکنیک بسیار ساده رو خدمتتون آموزش میدم که احتمال این جور کیک بک ها رو اگر رعایت کنید روش رو به صفر نزدیک میکنه و احتمالش رو صفر صفر میکنه. بسیار ساده است بچه ها، اما قبل از اینکه به اون نقطه برسیم یه سری آموزش های کوتاه خدمتتون میدم، اونا رو اگر بدونید میتونید با ذهن بازتری این نکته ایمنی رو رعایت کنید. دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو آموزشی از آقای چوب. روزبه هستم در خدمت شما با این آموزش. بسیار خوشبختم که با ویدیوی دیگری با ما هستید. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه تعریفی از کیک بک میکنم و یه تعریف دیگه میکنم از دوستانی که فکر میکنن میتونن از کیک بک فرار کنن. با یه مثال ساده شروع میکنم. وقتی شما یک صفحه 125 میلیمتری رو به یک مینی فرز میبندید که 12000 RPM سرعت داره، یعنی انتهای شعاع، یعنی لبه اون صفحه که داره میچرخه، داره با سرعت حدودی 282.3 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه طبق این محاسباتی که اینجا براتون انجام دادم. این سرعت سرعتی نیست که شما تصور کنید در صورت رخ داد کیک بک بتونید از اون فرار کنید. میشه ثابت کرد که تقریبا دستگاه با همین سرعت به سمت کاربر برمیگرده وقتی کیک بک داره اتفاق میفته. و یه تعریف ساده از کیک بک میخوام خدمتتون داشته باشم. ببینید، من وقتی دارم با ابزار کار میکنم، با مینی فرز مثلا دارم کار میکنم یا با فرز کار میکنم، به دلیل داشتن موتور و گیربکس و درگیری که با قطعه کار داره به من نیرو وارد میکنه و من به عنوان کاربر دارم با دستان خودم با بدن خودم این نیرو رو مهار میکنم. در واقع تقابل نیرو وجود داره بین من و ابزار و بهترین حالت این هست که من بتونم اون نیرو رو در تعادل نگه دارم یا در کنترل نگه دارم که این کیک بک نکنه. اما نیرو چی هست؟ همه ما میدونیم نیرو اسکالر نیست، یعنی فقط یک عدد نیست. یعنی چی؟ یعنی هم مقدار داره هم جهت داره. مثل چی؟ وقتی من یک ماشین رو هل میدم، دارم با یک نیروی ماشین رو هل میدم و در یک جهت ماشین رو هل میدم، بالا پایین چپ و راست. تقابل نیروها بین من و ابزارم همینه، داره به یک اندازه‌ای به من نیرو وارد میکنه و در یک جهتی به من کاربر، به دستای من و به بدن من داره نیرو وارد میکنه. اگر به هر دلیلی این تقابل، یعنی جهت نیرو و اندازه نیرو، به نفع ابزار و به ضرر من کاربر تمام بشه، اونجاست که کیک بک اتفاق میفته. و یکی از اصلی ترین دلیل اتفاق افتادن کیک بک در تمام دستگاهایی که تیغه گردان برای برش دارن یا حتی زنجیر گردان دارن، استفاده از ناحیه کیک بک است. حالا ناحیه کیک بک چی هست و من میرم پای وایت بورد به خدمتتون توضیح میدم. بریم به تخته وایت بورد. ببینید دوستان، خیلی ساده است، واقعا ساده است. فرض کنید من یک تیغه فرز یا مینی فرز دارم. میدونید که تیغه داره به سمت ساعتگرد میچرخه. خب این از این. ناحیه کیک بک کجاست؟ ناحیه کیک بک 1/4 بالایی قسمت جلوی تیغ است. یعنی اگر من این صفحه رو 4 قسمت بکنم، ناحیه کیک بک من میشه کجا؟ حالا با آبی نشون بدم که بهتر ببینید. ناحیه کیک بک من میشه اینجا. یعنی شما به عنوان کاربر به هیچ عنوان این قسمت از صفحه یا تیغه رو نباید درگیر کنید با کارتون. حالا ناحیه سیف یا ناحیه ایمن استفاده کجاست؟ ناحیه ایمن استفاده اینجاست بچه ها. میشه اینجا. میشه 1/4 پایینی این تیغه که اینجاست. حالا ساده تر بخوام توضیح بدم، ببینید من اگر این تیغه رو دارم که داره با سرعت اومگا میچرخه، با این سرعتی داره میچرخه، قطعه کارم باید کجا درگیر کنم؟ اینجا بخوام درگیر کنم، این فرز من یا مینی فرز من به سمت بالا کیک بک میکنه و حمله میکنه به سمت من کاربر. بسیار ساده است، فقط همین رو اگر رعایت کنید هیچ کدوم از کیک بک هایی که دیدید اتفاق نمیفته و دلیل 70-80% کل کیک بک هایی تو با مینی فرز اتفاق میفته همینه.
این قاعده حتی در اره زنجیری هم صدق میکنه. شما یه ساتوری دارید که اینجا یه شعایی داره، ناحیه که این اره ساتور، این اره زنجیری کیک پک میکنه و به سمت بالا برمیگرده، ناحیه کیک پکش اینه. یعنی توصیه شده شما این ناحیه رو به جوان درگیر با کار نکنید، یعنی این شکلی نذارید توی کار که این برگرده. برای همین از همین نکته استفاده کردن در اره‌های زنجیری که برای کاروین یا برای وود کاروین استفاده میشه که عکسش رو الان دارید در ویدیو میبینید، اومدن چیکار کردن؟ به جای اینکه ساتور اینجوری درست کردن، ساتور اینجوری درست کردن. اینجوری درست کردن. چرا؟ چون اینجا یه شعاع کوچیک‌تری به ما میده، در نتیجه ناحیه کیکبک کوچیک‌تری به ما میده، در نتیجه نیروی کیکبکی که ایجاد میکنه این ناحیه کیکبک توسط من کاربری که اون ابزار رو دارم به راحتی کنترل میشه. پس این کیک بک میکنه، اما انقدر ضعیف است که من کاربر میتونم این کیک بک رو کنترل کنم. به همین سادگی بود دوستان، به همین سادگی بود نوع کیک بک، و سعی میکنم جلوتر خیلی عملی هم بهتون توضیح بدم. البته خطرناک است، من دستگاه روشن نمیکنم. بریم جلوتر و عملی با هم دیگه ببینیم.